دوستان عزیزم خدمت همه شما بزرگواران سلام عرض میکنم. امیدوارم که ایام کامتون باشه. در مورد شرایط سرمایه گذاری در کشور پرتغال در زمینه خرید ملک میخوایم توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. دقت داشته باشید که کشور پرتغال میاد دو تا گزینه رو در اختیار شما میذاره. میگه یا شما میتونید مجموع سرمایه گذاریتون 350,000 یورو حداقل باشه، یا اینکه میتونه حداقل 500,000 یورو باشه. حالا یعنی چی؟ چرا میگی مجموع سرمایه گذاریتون؟ میگه شما میتونید یه ملک نخرید، چند تا ملک بخرید، جمع ارزش اینها برای کشور پرتغال ملاکه، نه ارزش یه دونشون. ولی میگه اگر جمع اینها، جمع ارزش این ملکایی که شما میخرید حداقل 500,000 یورو باشه، هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی ملکتون میتونه قدیمی باشه، نوساز باشه، یا در هر شهر و هر جایی باشه. اما اگر جمع اینها 350,000 یورو باشه، نمیتونه در شهرهای اصلی باشه، مگر اینکه اگر در یه شهری مثل لیسبون که پایتخت پرتغال هستش این ملکایی که شما خریدید هستن، این باید حداقل قدمتش یه چیزی حدود 30 سال باشه. یعنی تقریبا به اصطلاح خودمون یه جورایی بگیم که کلنگی باید باشه، چون بعدش میاد میگه من به شما یک سال فرصت میدم که این رو بازسازی بکنید. یعنی یه سال فرصت دارید که این بافت فرسوده رو بیان بازسازی بکنید، یا اینکه در خارج از شهرهای اصلی باشن، یا حالا در شهرهای خیلی کوچیک باشن. ولی اگر که جمع ارزش املاکی که میخرید حداقل 500,000 یورو باشه، دیگه هیچ محدودیتی براش نیست. یعنی شما میتونید در هر جایی بخرید یا هر کاری که دوست دارید انجام بدید. از طرف دیگه میاد به شما میگه آقا من اصلا شرط ماندن برای شما در نظر نمیگیرم. یعنی شما اگر در مجموع سالی یک هفته پرتغال باشید کفایت میکنه. باز این یه گزینه خیلی خوبه دیگه است. باز از طرف دیگه میاد میگه شما میتونید این ملکایی رو که میخرید یا ملکی رو که میخرید رو میتونید اجاره بدید. اگر دوست دارید میتونید ازش درآمدی هم به دست بیارید. یعنی اجارهش بدید. اقامتی رو هم که میاد به شما عزیزان میده، اولی یک ساله است و بعد دو ساله، و بعد هم شما این گزینه رو دارید که درخواست اقامت دائم بدید. برای چه افرادی؟ خب اولیش برای خودتون، همسر گرامیتون و فرزندان زیر 18 سالتون. اگر فرزند بالای 18 سالی هم دارید و فرزند شما کاملا از نظر مالی به شما وابسته است، یعنی دانشجو باشه، نمیتونه فرزند شما صاحب شغل باشه و براش داره بیمه تامین اجتماعی رد میشه چون یه جایی داره کار میکنه یا یه کسب و کاری داره، این شرایط نه. ولی اگه کاملا به شما وابسته باشه، شما برای فرزندتون هم که بالای 18 ساله هم میتونید حتی پرونده باز بکنید و اقدام بکنید. شرایط شرایط مناسبی است، ولی مثل همه چیزهایی که ما برای شما عزیزان توضیح میدیم، مسلما خیلی ریزکاری داره و حالا مسائل خیلی مختلفی داره که باید جداگانه در موردش صحبت بشه. ما سعی میکنیم که قسمت‌های مهم رو در این فایل‌های تصویری برای شما عزیزان شرح بدیم. ایام به کامتون باشه. خدا نگهدار.